محمد جواد دیرانلو هستم، 28 ساله از تهران. مشکل سرطان ریه و خون با هم دیگه دارم. 3 سالی هست که درگیر این موضوع هستم. تا 1 هفته شروع کردم به سرفه کردن. سرفه‌های خیلی شدید خشک، تنگی نفس همینجور، درد قفسه سینه، عرق کردن تو خواب. اوایل فکر میکردم شاید سرماخوردگیه. وقتی که وارد بیمارستان شدم به هوای زاتوریه رفتم، ولی مثل اینکه چیز دیگه ای در انتظار من بود. 8 دوره شیمی درمانی انجام دادم، 8 دوره خیلی فشرده. جلسه 8 شیمی درمانی بود که دکتر اومد و گفتش که از نظر من دیگه شیمی درمانی برات بسه و تو باید پیوند مغز استخوان بشی. به علت اینکه دهنده فول مچ نداشتم و توی ایران پیدا نشد و بعد خارج از کشور بود و اونم خزینش خیلی بالا بود و نتونستیم پیدا کنیم، به خاطر همون دکتر من صلاح دید که شیمی درمانی های دوره ای رو انجام بدیم. ناراحت شدم از اینکه موام نریزه، چون خیلی رو موام حساس بودم، ولی خب بازم دم نزدم، چرا که اشکای مادرم خیلی برام مهم بود که نبینم میریزه. مادرم حامی من بود، در تمام طول مدت شیمی درمانی کنار من بود و به من روحیه داد. خیلی سخت بود این دوره. چرا؟ چرا؟ واسه چی؟ واسه چی؟ کی؟ کجا؟ کجا گفتم من؟ بازیگری دوست داشتم، از همون موقع بچگی که بودم بازیگری علاقه داشتم و دوست داشتم که این راه ادامه بدم، ولی خب مشکلات زندگی باعث شد که نتونم. ولی وقتی وارد مؤسسه شدم، مؤسسه طوریه که دنبال علاقه بچه‌ها می‌گرده و منم که چون به بازیگری علاقه داشتم و توی بازیگری از من حمایت شد، من خیلی دوست دارم که بازیگر باشم. یک جمله میگم جواد جان، تو یه بار با خوشحالی میگی، یه بار با عصبانیت میگی. میگم عصبانی، خوشحال، فلان. واقعا انرژی گرفتم، واقعا از حمایت مؤسسه خیلی خیلی قدردانی میکنم، چون واقعا آرامشو به خود بچه‌ها برگردون. با کلاسایی که برگزار کرد، کلاسای آقا درمانی، کلاسای نمایشی، کلاسای تئاتری، خب اینا خیلی تو روحیه بچه‌ها تاثیر داره. آقای جواد دیرانلو، پسر خوش سیما و چهره سینماییمون به افتخارشه. خب اینجا که میایم یه حس دیگه ای داریم، واقعا احساس میکنیم که خونه خودمونه. یه صفت خاصی با بچه ها برخوردار میکنم، انگار که عضوی از خانوادهشون هستم. تو به توان تو، ما در کنار تو. خیریه محمد حسین رضوی، حامی جوانان مبتلا به سرطان 16 تا 30 سال.